سلام به دوستان خوبم، امروز یک شنبه است، 13 اسفند 1402 و سوم مارچ 2024. نمایش انتخابات تموم شد و البته نمایش وقاحت جمهوری اسلامی و سرانش و سخنگویانش تموم نمیشه. از سپاه پاسداران تا روزنامه‌ای که تنها مزیتش اینه که مدیر مسئولش در بعضی لحظات حساس با خامنه‌ای با همدیگه کنار یک محفل میشینن، از پیروزی و از حماسه اینها صحبت میکنن. البته تنها باریه، شاید جز معدود دفعاتی باشه که بسیاری از مردم، از جمله من به عنوان یکی از کوچکترین ایرانی ها، در استخدام عبارت‌های مربوط به انتخابات با جمهوری اسلامی هم زبان هستیم، هم دل نیستیم اما هم زبانیم. ما هم معتقدیم که حماسه بود، حماسه‌ای که برخلاف پیشبینی که مهران رجبی کرد که صبح شنبه اونور آبیا و تحریم کنندگان باید برن دندون پزشکی، دندوناشون که تو دهنشون خورد میشه با مشتی که مردم میزنن، عملاً از کار سران جمهوری اسلامی طرفدارانشون از دندون گذشته. واقعاً یک حماسه بی‌نظیر مردم ایران آفریدن و خلق کردن، علی‌رغم همه روش‌های تهدید و تطمیع و فریب و خیانت بعضی از اصلاح طلبان یا اعتدالیون، ورود بعضی از افرادی که به هر حال حتماً ورودشون باعث تشویق عده‌ای شده برای انتخابات. با همه حرفا، آمارهایی که دارم میدم خیلی عجیب غریبه. ببینید، دفعه گذشته، اون دفعه هم گفتن همین حدود مثلا 42-43% شرکت کردن، ولی افرادی مثل قالیباف بیش از 1 میلیون رأی آوردن. الان هم که حداقل اونها باید شرکت کرده باشن دیگه، آرا به اون حد نرسیده. حالا ممکنه کسی بگه چرا آمار بالا اعلام نمیکنن، دست خودشونه، حداقل تو همین اگه 40% میخوان اعلام کنم، برای اینکه طبیعی جلوه کنه، مثلا برای اینکه حالا حداقل خیلی سرشکستگی نباشه، برای اینکه مشخص نشه که قالیباف میگفتش که 4% هستن، مشخص نشه خودشون 4% هستن، چرا مثلا آرا اینا رو بالاتر اعلام نکردن. ببینید، با توجه به اینکه تهمونده سفره انقلاب برای بعضیشون خیلی مهمه، الان روی اینکه چه کسی نفر اول دوم میشه حساسیت دارن، با توجه به اینکه رسائی و نبویان اینها به شدت علیه قالیباف تبلیغ کردن. اگر میخواستن که آرای قالیباف رو فقط بالا اعلام بکنن، حتما سرسده اینا در میمد و سکوت نمی کردن. اگر میخواستن آرای همه رو بالا اعلام بکنن، با یه سری بحرانی مواجه میشدن، برای اینکه این همه دست بردن در آرا، درسته که سیستم دست خودشونه، ولی با توجه به اینکه به هر حال انقدر اینها نسبت به همدیگه هم حسادت دارن و رقابت‌های ناسالم دارن، خیلی هم 100% نسبت به عوامل پای صندوقشون اعتماد ندارن که به همشون میگن از دم مثلا 2 برابر کنید آرا رو، از دم 3 برابر بکنید. کار خیلی سخته. ضمن اینکه یک خاصیتی هم خامنه‌ای داره، همواره تلاش میکنه که نیروهای زیر دستش محتاج خودش باشن. یعنی اگه الان بیان یک آرا بالایی برای اینا اعلام بکنن، خب اینها دوباره گردن کشیشون رو شروع میکنن، قلدریاشون رو شروع میکنن، دعواها رو شروع میکنن، که الان خامنه‌ای خیلی آمادگیش نداره، که حالا بعدا توضیح خواهم داد. به هر حال، حالا اگر ما فرض کنیم حتی که 40% شرکت کردن، که در تهران که پایتخت کشوره، که بغل گوش رهبر نشستن، بغل گوش حسین شریعت نداری و دیگران نشستن، حدود 20% مردم شرکت کردن در انتخابات، خب خیلی رسوایی بزرگی براشون. اما حتی همون 40% هم که در نظر بگیریم، برگردیم به شعارهای انتخاباتی، خیلی مسائل عجیب غریب میشه. یه سریشون گفتن که امام زمان جمعه پای صندوق منتظرتونه. یک سریشون گفتن که شرکت نکردن در انتخابات بزرگترین گناه کبیر است. یک سریشون گفتن شرکت در انتخابات بزرگترین فریضه است، مثل نماز واجبه. خود خامنه‌ای گفت هر کس نظام رو قبول داره، انقلاب رو قبول داره، در انتخابات شرکت کنه. و انقدر هم خامنه‌ای تصور میکرد که حالا به دلایل مختلف، با توجه به اینکه حالا ممکنه بعضی از تهدیدها یا تطمیعها وجود داشته باشه، نه تنها از
شرکت سطح بالا خیالش راحت بود دیگه، از این مرحله عبور کرد. اومد گفتش که تو تهران و شهرهای بزرگ به همه نفرات رأی بدید، فقط به یک نفر دو نفر رأی ندید. حالا که نتایج اومده بیرون، اگه فرض کنیم که همین تعدادی که اینا گفتن درسته، با فرض واری میذاریم، مشخص میشه حدود 60% مردم ایران خیلی نگران انتظار امام زمان نیستن، که امام زمان پای صندوق منتظرشون نرفتن. 60% مردم ایران عملا در یک رفراندوم شرکت کردن، یعنی خامنه ای خودش با صحبتایی که انجام داد این انتخابات رو به یک رفراندوم تبدیل کرد، وقتی گفتش که همه کسانی که نظام و انقلابو قبول دارن رأی بدن، عملا تبدیل کرد به یک رفراندوم و جواب رفراندوم اومد. مثل نماز واجبه 60% مردم مشخص شد یا نماز رو قبول ندارن یا به طور کلی هیچ رابطه ای، یعنی ببینید باید فرض کنیم که از این دو فرض باید یکیشو قبول کنیم. یک فرض اینه که مردم اتفاقا عمدن به خاطر که اینها گفتن مثل نمازه و مثل فرایض مهمه یا عدم شرکت از بزرگترین گناهان کبیره است، مردم عمدن خواستن مرتکب گناه کبیره بشن، لجاجت خودشونو با دین مداری مطابق سلیقه حکومتشون دارن. یا باید اینو بگیم، یا باید بگیم که نخیر افراد در کشور متدین هستن اما هیچ ارتباط و هیچ نسبتی بین خامنه ای و حکومتش با اسلام و تدین، حالا فقط اسلام نه، مسیحیت و سایر ادیان آسمانی که در ایران به رسمیت شناخته میشه. یعنی برای حکومت باید که از دوتا را قبول کنه، یا قبول کنه که مردم ایران متدین هستند اما هیچ نسبتی بین جمهوری اسلامی و اسلام برقرار نمی کنن، جمهوری اسلامی اصلا نشانه اسلام نمی دونن، هیچ ارتباطی برقرار نمی کنن، یا نه خیر مردم همین هم که اصلا مسلمان نیستن و اتفاقا برای اینکه نشون بدن مسلمان نیستند، چون اینها گفته بودن که مثل نماز واجبه، گفته بودن اگه شرکت نکنید گناه کبیره است، گفته بودن که امام زمان منتظرتون، مردم نرفتن. برای حکومت باید تکلیف روشن کنه که بعد از 45 سال حاکمیت دینی، این همه هر سال ده ها هزار میلیارد تومان بودجه به نهادهای دینی میده، به حوزه های علمیه، به سازمان تبلیغات، بخش عمده ای از بودجه صدا و سیما صرف تبلیغات مذهبی میشه، در مدارس آخوند فرستن، مؤمن فرستن، در بیمارستان ها مؤمن و آخوند میفرستن، با همه حرفا 60% مردم از دین فاصله گرفتن. که البته اون چیزی که من خبر دارم و گزارش هایی که میاد، صحنه هایی که میبینیم، فیلم هایی که میبینیم، اتفاقا درسته. یعنی به نظر میرسه که کما که پای صندوق هم دیدیم، چون ایام انتخابات دیگه حجاب هم آزاد میشه، دیدیم بسیار از افرادی که پای صندوق بودن حجاب اسلامی هم نداشتن. یعنی نه تنها، حالا فقط نمیشه گفت 60%، از اون 40% هم که به قول اینها در انتخابات شرکت کردن، خیلیشون متدین نیستن بر اساس دینی که اینها تعریف میکنن، چون تو تلویزیون میمارن صحبت میکنن که حجاب جز ضروریات دینه. و نه تنها رای دهنده ها، در بعضی صندوق ها خانمایی هم که اجرا میکردن شل حجاب و بد حجاب بودن، از نظر من خوش لباس، اینا میگن بد حجاب و شل حجاب، هم میگن خوش لباس. این که بحث حکومت و بخش حکومت. اما حالا من مخاطبم، امیدوارم که به هر حال بعضی از متدینینی که میگن ما از وضعیت اقتصادی راضی نیستیم، از وضعیت اداری راضی نیستیم، از مدیریت راضی نیستیم، این همه فساد در کشور ما ناراضی هستیم، اما چون حکومتمون حکومت دینیه، برای دفاع از دین و حمایت از دین در انتخابات شرکت میکنیم یا از حکومت حمایت میکنیم. خب من حالا عرضم اینه که حکومتی که ثمره 45 سال استقرارش این شده که بسیاری از مردمی که قبل از انقلاب متدین بودن الان دیگه دین رو گذاشتن کنار، دیگه این کسانی که میگن ما به خاطر دفاع از دین از حکومت دفاع میکنیم، رسما دارن دروغ میگن. ببینید که ثمره 45 سال حاکمیت جمهوری اسلامی اینی که کمتر از 40% مردم بر اساس تفاصیلی که جمهوری اسلامی میکنه به دین پایبند دارن. یعنی به هر وقت شما میگید که من از این حکومت دفاع میکنم، چون بعضی از آخوندهای قوم میگن تنها حکومت شیعی جهانه، بعضی میگن چون داره اسلام رو پیاده میکنه، نتیجه پیاده شدن اسلام توسط این حکومت اینه که مردم از دین گریزان شدن. حالا در عرصه‌های دیگه شاید شما به صورت منسجم نمیدیدید، ولی حتما شاهد بودید که قطعا میزان پایبندی مردم به نماز و روزه هر سال داره کمتر میشه و موارد مختلف. اما اتفاقی که الان افتاد، بعد از اینکه حداقل یکی دو ماه به شدت اینا تبلیغ کردن که آقا مثل نماز واجبه، امام زمان منتظره، اگر در انتخابات شرکت نکنید مرتکب گناه کبیره شدید و از این حرفا، دیدید که شرکت نکردن. یعنی ثمره
45 سال استقرار این حکومت نه تنها فاصله گرفتن و تنفر از دین شده، بلکه مردم اصرار دارن دین گریزیشون رو علنی کنن. یعنی دیگه الان با نرفتن پای صندوق رای، با توجه به این چیزایی که نگفتن، عملا مردم دین گریزی خودشون رو به نمایش گذاشتن. اینو من برای کسانی میگم که ادعا میکنن به خاطر دفاع از دین از این حکومت دفاع میکنن، میگن ما قبول داریم درش فساد هست، درش نمیدونم نابسامانی هست، فقر هست، فاقه هست، همه چی هست، اما چون این حکومتی که دین رو داره پیاده میکنه ما ازش دفاع میکنیم. عرض میکنم ثمره پیاده شدن دین توسط این حکومت رو دارید میبینید. نه تنها مردم از دین گریزان شدن، بلکه گریز از دین رو عملا نشون میدن. درست در انتخاباتی که حکومت بیش از همیشه و پررنگتر و پرحجمتر از همیشه انتخابات رو به دین، مناسک دینی و نمادهای دینی گره زده بود، مردم کمترین مشارکت رو داشتن. اگر واقعا حالا کسانی که کلاهبرداران و دروغگوان و تو این حکومت منفعت دارن سر جای خود، اما اگر واقعا کسانی دغدغه دین دارن، الان باید بشن روی مسئله خود فکر کنن که ببینید که ثمره 45 سال استقرار یک حاکمیت به نام حاکمیت دینی کار رو به کجا رسونده. حالا شورای نگهبان چه کرده، خامنه‌ای چه کرده، اینا رو بذاریم کنار. اما اونایی که عرض میکنن اگر واقعا اعتقاد دارن، اگه دروغ میگن که خودشون میدونن که دیگه اصلا من کاری ندارم، ولی اونایی که اگر اعتقاد دارن خواهش میکنم به این اراذه من خود فکر کنن و ببینن که ثمره استقرار جمهوری اسلامی که میگن ما به خاطر دین ازش دفاع میکنیم، توسعه دین مداری، توسعه پایبندی به دین بوده یا باعث فرار از دین، گریز از دین و حتی تنفر از دین شده. ممنونم از همراهیتون. شب و روز همتون به خوبی و خوشی.